سلام مجدد خدمت همه شما دوستان عزیز. بخش دوم یونیت سوم رو در خدمتتون هستم با 10 تا واژه بعدی. خب مثل همیشه خوشحال میشم که با کامنت ها و لایکاتون حمایت کنین و یادتونم نره که حتما سابسکرایب کنین چنل رو و ما رو به دوستانتون هم معرفی کنین. اولین واژه ما فوتوگراف هستش، واژه خیلی خیلی ساده ای هست یا فوتو، ولی میخوایم یه چند تا کالوکیشن با هم دیگه کار کنیم. خب فوتوگراف عکسی که با دوربین گرفته شده رو میگن و اگه رنگی باشه میشه color photograph، اگه سیاه و سفید باشه میشه black and white. مثلا black and white photographs of the desert، حالا عکسایی که مثلا از این بیابون گرفته شده و سیاه و سفید بوده، black and white photographs of the desert. اگه یه عکسی تار باشه ما از واژه blurry استفاده میکنیم، blurry photograph یعنی عکسی که تاره. ما توی فارسی مثلا کسایی که عکاسی میکنن میگن بلر شده، همون blurry هستش که ما توی فارسی میگیم بلر شده. اگه یه عکسی از فوکوس خارج شده باشه که ما تو فارسی میگیم فوکوس، تو انگلیسی میگیم out of focus photograph، یعنی عکسی که از فوکوس خارج شده. و فعل برای عکس انداختن، عکس گرفتن هم take میشه هم get، هر جفتش بچه ها درسته. اینجور فکر نکنین که فقط ما باید take استفاده کنیم. مثلا I got some great photographs at a party، یعنی تو مهمونی یه چند تا عکس خیلی خوب گرفتم. پس هم take و هم get درست هستش و میتونه به عنوان فعل برای photograph استفاده بشه. بریم واژه بعدی رو با هم کار کنیم. خب لغت بعدی هم خیلی ساده است، واژه planet به معنای سیاره. مثلا ما میگیم the planet earth، کره زمین، سیاره زمین، the planet earth. یا مثلا میگیم آیا توی سیاره های دیگه زندگی وجود داره؟ Is there life on other planets؟ حالا ما اگه بخوایم هر سیاره دیگه ای رو اسم بیاریم، مثلا میگیم the planet Mars، the planet Saturn، میاریم اسم اون سیاره رو و بعد از planet میاریم the planet Earth. واژه خیلی ساده بود planet و فکر میکنم یه نیاز به توضیح بیشتری نداره. بریم لغت بعدی رو کار کنیم. خب لغت بعدی ما واژه report هست. report هم فعل هم اسم. مثلا ما میگیم news report، یعنی گزارش اخبار، یا میگیم میدیا میشه رسانه، میدیا یا پرس هم به معنی رسانه هستش. میدیا ریپورتس یا پرس ریپورتس، از واژه ریپورت میتونیم استفاده کنیم. یا مثلا میگیم گزارش یک پلیس مثلا پلیس آفیسرز ریپورت on the accident. آن رو دقت کنین، گزارش پلیس درباره مثلا پلیس آفیسرز ریپورت on the accident. به عنوان فعل میتونه به معنای اطلاعات دادن به مردم باشه. مثلا to report the news یعنی اخبار رو به گوش مردم برسونیم. تلاش داریم، هدفمون اینه که to report the news as fairly as possible یعنی تا اونجایی که میشه صحیح، تا اونجایی که میشه بی‌طرفانه، بی‌غرضانه، as fairly as possible. پس we aim to report the news یعنی تلاشمون بر اینه که اخبار رو تا اونجایی که میشه منصفانه به گوش مردم برسونیم. We aim to report the news as fairly as possible. یا مثلا خبرنگارا ریپورت کردن، گزارش کردن که 7 نفر بهشون شلیک شده. Journalists reported گزارش کردن که that 7 people were shot. 7 نفر بهشون شلیک شده بوده. خب این هم از واژه report. بریم لغت بعدی رو با هم کار کنیم. خب واژه بعدی ما لغت several هست. ببینید several، نه several به معنی چندین. مثلا چندین بار من رفتم فلوریدا. I've been to Florida several times.
I've been to Florida several times. یا هم به معنی so many times هست. چندین بار، چندین دفعه. یا کلی چندین نفر متقاضی شدن که کمک کنن. Several people volunteered to help. Volunteer یعنی در واقع متقاضی این شدن که بخوان کمک، داوطلب شدن که بخوان کمک کنن. Several people volunteered to help. Several people. حالا ما بعضی وقتا of رو بعد از several میاریم. مثلا several of the students received awards. Several of the students. یعنی چندین نفر از دانش آموزا. Several of the students. چندین نفر از اون دانش آموزا مثلا جایزه دریافت کردن. Received awards. خب این هم از معنای several که معنای البته ساده ای هم داره. امیدوارم که بتونین استفاده کنین. بریم لغت بعدی که shape هستش رو با هم دیگه کار کنین. خب واژه shape دوستان به معنای form هست. فرم یک چیز. مثلا این میز شیپش یه مستطیله یا این تبلت مستطیله. یک چیزی دایره است، یک چیزی بیضیه، یک چیزی زوزنقه است. این شیپش رو داره به ما نشون میده. مثلا ما وقتی میخوایم بگیم آقا میز تو فرمش یه شیپش یه What shape is your table؟ مستطیله، دایره است، مربع، بیضیه، چیه؟ What shape is your table؟ مثلا ما میگیم که یه درخت شما میتونین با فرم، با شیپ برگاش تشخیص بدی. تشخیص دادن میشه recognize. You can recognize a tree by the shape of its leaves. یعنی با شیپ، با فرم برگاش میتونی اون درخت رو شناسایی کنی. You can recognize a tree by the shape of its leaves. حالا مثلا یه کیک رو در نظر بگیریم. شیپش چیه؟ شیپش مثل فوتبال میمونه. A cake in the shape of. پس یک چیزی اگر تو شیپ، تو فرم یک چیز دیگه باشه میگیم in the shape of. A cake in the shape of a football. یک عبارت داریم to be in good یا bad یا poor shape. اگه در مورد فرد باشه یعنی اون فرد سالم و سرحال و قبراخه. He's in good shape. He's in bad shape. یا یک چیز رو میگیم It's in poor shape. یعنی شرایط بدی داره. یعنی اگه مثلا در مورد یک شی باشه یعنی درب داغون شده. مثلا My old bike دوچرخه قدیمی من is still in pretty good shape. یعنی دوچرخه قدیمی من هنوز سر حاله. یعنی هنوز میشه ازش استفاده کرد. یعنی هنوز تو شرایط خوبیه، درب داغون نشده. ولی اگه میگفتم My old bike is in bad یا poor، مخصوصا poor shape، یعنی که دوچرخه قدیمی من دیگه درب داغون شده، یعنی دیگه قابل استفاده نیستش. پس اگه در مورد یک فرد باشه یعنی یک فرد از نظر فیزیکی اوکی هستش، تو شرایط مطلوبی هست، سالم و سرحال، مریضی نداره. و اگه در مورد یک وسیله باشه یعنی اون وسیله حالا یا در شرایط خوبیه میشه استفاده کرد یا درب داغون شده و نمیشه ازش استفاده کرد. این هم از کاربرد شیپ. بریم لغت بعدی رو با هم دیگه کار کنیم. خب لغت بعدی ما solve هست، به معنای حل کردن، حل کردن مشکل. مثلا میگیم آقا این راهکار تو مشکلات رو حل نمی کنه. This will not solve our problems. یعنی این مشکلات ما رو حل نمی کنه. This will not solve our problems. حالا یه نفر مثلا جدول خوب حل میکنه، تو اون برای حل کردن جدول ما از solve، از فعل solve استفاده میکنیم. Casey is very good at solving crossword puzzles. یعنی Casey خیلی خوبه تو حل کردن جدول. Casey is very good at solving crossword puzzles. حالا مثلا ما میتونیم حل کردن یک معما باشه، حل کردن یک جنایتی باشه، یعنی اینکه بتونیم اون جنایت رو حل کنیم ببینیم که قاتل کی بوده. مثلا میگیم solve a crime یا solve a mystery، یعنی یک رازی رو، یک چیزی که سری بوده کسی خبر نداشته رو ما بیایم
فاش کنیم یا بیایم حل کنیم ببینیم که پشت پرده چی بوده، یا مثلا solve a case، یک مورد جنایی رو ما بیایم حلش کنیم. توی این شرایط هم ما از فعل solve استفاده میکنیم. بریم لغت بعدی رو کار کنیم. خب واژه بعدی ما لغت suddenly هست. suddenly به معنی ناگهان، یک دفعه. هم میتونیم اول جمله بیاریم، هم میتونیم بعد از فاعل بیاریم. مثلا suddenly there was a knock on the door. knock on the door، تق‌تق در، کسی پشت در باشه و در بزنه، یعنی ناگهان یه دفعه صدای تق‌تق در اومد. suddenly there was a knock on the door. حالا اگه بعد از فاعل بیاریم، مثلا میگیم Jane suddenly realized that everyone else had left. یعنی جین یه دفعه متوجه شد که همه رفتن، فقط خودش تنها مونده. Jane suddenly realized that everyone else had left. خب این هم از واژه suddenly. بریم لغت بعدی رو کار کنیم. خب دوستان، واژه بعدی ما یه لغتی هستش که خیلی کاربرد داره و من واقعیتش اگه میخواستم فقط این لغت رو، کاربردش رو به طور کامل بگم، شاید یک ساعت طول میکشید، انقدر که کاربرد داری. یعنی میرفت بحثمون به گرامر بی ساپوز تو و خیلی دیگه گسترده میشه. ولی من میخوام یکی از پرکاربردترین، در واقع رایج‌ترین کاربرداش رو بگم، فعل ساپوز. یکی از کاربرداش این هست که شما مثلا میگین I suppose، به معنی همون I guess هست. I guess یعنی حدس میزنین، فکر میکنین در مورد یک چیز. ما به جای I think هم میتونیم در واقع از I suppose استفاده کنیم. I suppose موقعی هستش که شما فکر میکنیم یک چیزی حقیقت داره ولی خیلی مطمئن نیستیم، تا حدودی اطمینان دارین، یکم حالا شک دارین راجبش، از I suppose استفاده میکنین، یا I guess. مثلا I suppose you're right، فکر کنم که حق با توه ولی مطمئن نیستیم. I suppose you're right. فرض کنین شما یه چیزی رو میگیرین و به همسرتون نشون میدین و میگین که بچه ها از این خیلی خوششون میاد، درسته؟ و همسر شما میگه فکر کنم اینطور باشه، اونم مطمئن نیست. شما میگین the kids will love it، don't you think؟ فکر نمی کنی اینطور باشه و همسر شما میگه I suppose so. دیدی؟ ما وقتی میخوایم توی تایید حرف یک نفر بگیم که فکر میکنم اینطور باشه، I think so هم میگیم. این هم خیلی رایج، I think so. به جای I think so میتونیم از I suppose so هم استفاده کنیم. I suppose so. مثلا یه نفر رو نگاه میکنین، میگین که مثلا به نظر 50 ساله میومد، فکر کنم. She looked about 50. She looked about 50. I suppose. یعنی همون I guess هست. ما داریم حدس میزنیم. این یکی از رایج ترین کاربرد های suppose هست که من سعی کردم تو این بخش بگم. حالا البته تو ویدیوهای بعدی من کاربرد های بیشتری از suppose رو هم حتما خواهم گفت. ولی فعلا در این لول همین کاربرد رو شما بلد باشین، اوکی هستش. بریم لغت بعدی رو کار کنیم. خب لغت understand، فکر میکنم جزو یکی از ساده ترین لغات باشه. understand به معنای متوجه شدن، فهمیدن، به معنای درک کردن هم هست که حالا مثال خواهم زد. یه جا هستش که شما انگلیسی متوجه نمیشین و میگین من انگلیسی متوجه نمیشم، اینجا از understand استفاده میشه. unfortunately she doesn't understand English، یعنی انگلیسی متوجه نمیشه. She doesn't understand English. یه نفر داره هی تون صحبت کنه و شما اصلا متوجه نمیشین که داره چی میگه و بهش میگین I'm sorry, I still don't understand. من هنوز واقعا متوجه نمیشم. Can you say it slower? میشه یکم آرومتر بگی؟ Can you say it slower? تو این شرایط هم ما از understand استفاده میکنیم. اگه یک چیزی فهمیدنش آسون باشه میگیم It's easy to understand. اگه یک چیزی فهمیدنش سخت باشه، مثل یک مثلا مسئله ریاضی، میگیم It's difficult to understand. It's difficult to understand. در مورد احساس اگر استفاده بشه، درک کردن طرف مقابله. مثلا یه نفر عصبانیه و شما میگین من عصبانیتش رو درک میکنم.
I understand her anger. I understand her anger. عصبانیتش رو درک میکنم. Larry تنها کسیه که واقعا من رو درک میکنه. Larry is the only one who really understands me. من رو درک میکنه. وقتی میخواین به یک نفر بگین که من واقعا درکت میکنم، شما میتونین بگین I understand you. این به معنی این نیست که من متوجهتم، نه، این به معنی اینه که من درکت میکنم، میفهمم داری چی میگی. پس توی این شرایط هم در مورد feeling هم استفاده میشه. خب بریم به حالا در پارت بعدی، در بخش بعدی آخرین لغت این درس رو کار کنیم. خب واژه view، ویو هم میتونه به معنای نقطه نظر باشه، دیدگاه یک نفر باشه، هم میتونه ویو باشه، دیده مثلا شما یه ویوی دارین، مثلا میگه خونه ویوش به دریاچه بود، میتونه این هم باشه. پس در واقع ویو از دید میاد، درسته؟ دیدگاه، همون ویوی هم که میگیم ویو فلان چیز رو داره، بازم به بینایی ما مربوطه که ما داریم یک چیزی رو میبینیم، ویو مثلا فلان چیز. مثلا میگیم everybody at the meeting had different views، یعنی همه کسایی که توی اون جلسه بودن دیدگاه های متفاوتی داشتن، different views یعنی دیدگاه هاشون متفاوت بود. ما بعد از view میتونیم on بیاریم، میتونیم about رو هم بیاریم، موقعی که میخواییم دیدگاه یک نفر رو در مورد دیدگاه یک نفر باشه. مثلا what's your view on the subject، یعنی دیدگاه تو در مورد این موضوع چیه. What's your view about the subject، از about هم میتونیم استفاده کنیم. بعضی وقتا هست شما به جای I believe as in my view استفاده میکنیم، که همون به معنی I believe هست، به نظر من. In my view the president broke the law. In my view، از نظر من، به اعتقاد من رئیس جمهور قانون رو زیر پا گذاشت. In my view the president broke the law. بعضی وقتا هست یک نفر دیدگاهش مثل ما هست یا دیدگاهش مثل دیگران هست. ما توی این شرایط از share استفاده میکنیم. Share someone's view، یعنی دیدگاه یک نفر رو داشته باشیم. Not all her friends share her view، یعنی همه دوستاش دیدگاهشون مثل اون نیست. وقتی شما میگین I share your view، یعنی دیدگاه من مثل دیدگاه توه، دیدگاهمون مثل همه. پس این مثال رو خیلی دقت کنین، Not all her friends share her view. حالا اگه ویو در مورد اون سایت باشه، اون مثلا ویو چه بدونم، مثلا یه خونه ویو فلان چیز رو داشت، میتونیم استفاده کنیم. حالا یه جا هست شما رفتین توی تئاتر و یه ستونی اونجا هست که شما استیج رو نمیتونین ببینین، دید شما رو جلوش رو گرفته. ما اینجا از فعل block استفاده میکنیم، مثلا میگیم a big pillar blocked my view، دید من رو بلاک کرده بود، دید من رو گرفته بود. Blocked my view of the stage. A big pillar blocked my view. Blocked my view of the stage. حالا اگه همون خونه رو بخوایم بگیم، مثلا میگیم یه خونه ای have a good view، ویو خوبی داره. Have a bad view، ویو بدی داره. یا مثلا ویو عالی داره، have a wonderful view. تراس نشستین و یه دید خیلی خوبی از کوه داریم. We had a great view of، یادتون باشه of، We had a great view of the mountain from the terrace. We had a great view of the mountain from the terrace، یعنی از تراس یه دید خیلی خوبی به کوه داشتیم. پس have a good view of مثلا the lake، دریاچه، of، این of رو خیلی دقت کنید. خب این هم از آخرین واژه ما در درس سوم. واژه‌های بعدی رو در ویدیوهای بعدی براتون توضیح خواهم داد، امیدوارم براتون مفید بوده باشه. و یادتون نره لایک و کامنت و همینطور سابسکرایب کنین چنل رو و ما رو به دوستانتون هم معرفی کنین. تا ویدیوهای بعد، خداحافظ.